bizarro, porque realmente isso. خب بچه ها ادامه بدیم بحثمون رو. خب ببین شما تا الان با اینا آشنا شدید. خب من موضوع بعد یه چند تا سوال حل بکنم، سوالی بدد بخور که به امتحانتون هم نزدیکه و راتون میندازه. بذارید یکم برم جلو ببینم چی گیرم میاد. توی شرط ور، خب ما گفتیم مثلا شما میتونی از کلمه، مثلا موقعی که یه شرط داری مثلا میخوای بنویسی ور، خب نیم مساوی مثلا علی، اور نیم مساوی مثلا با حمید، خب این بازیه. گفتیم میتونی چیکار بکنی بنویسی ور نیم این علی اور و اور دیگه نشه بعد و حمید و حالا هرچی که هست. گفتیم به این معنی که نیم مساوی علی اور، نیم مساوی حمید اور. بچه ها به جای کلمه او، این اورا یعنی چی؟ یعنی اگه یه دونشون هم باشه اوکی، یعنی اگه نیم مساوی علی بود اوکی، اصلا نیم که نمیتونه مساوی دوتا مقدار باشه، یعنی یه کدوم از اینو بود اوکیه. بچه ها بعضی وقتا به جای این اینی می نویسن، مثلا می نویسن ور نیم مثلا مساوی اینی، یه مساوی هم داره، خب اینجوری مساوی اینی علی و حمید و سه نقطه. پس بچه ها این مساوی ها رو اوکی باشید، خب که این مساوی اینی هر جا دیدی دقیقا این با این هم عرضه، این همون اینه. خب حالا گیرم فرض کن آقا من میخوام مثلا بنویسم ور ایج مثلا چونم بزرگتر از یه ایکسی اند بزرگتر ایج مثلا بزرگتر از یه ایگرگی اند مثلا ایج بزرگتر و همینطوری، یعنی میخوام بگم آقا از این بزرگتر از این بزرگتر از این بزرگتر از این بزرگتر. خب میتونم چی بنویسم؟ میتونم بنویسم ور مثلا ایج بزرگتر از آل، داخل این هرچی میخوام بنویسم. پس این کاورد اینی آله. وقتی مینویسم اینی یعنی آقا نه مساوی هر کدوم از اینا بود اوکیه، وقتی مینویسم آل یعنی بعد این شرط روی تک تک مقادیری که این داخل هست صدق بکنه، از همش با بزرگتر باشه. وقتی آل مینویسی یعنی از همشون بزرگتر. این چیز اینی و آل بود که میخواستم واقعا بهتون بگم که جانمونه یه وقت بعد نگی نگفت. خب بیام ببینم دیگه چی داریم. مقدار یار هم نفس چون من ندارد هیچ کس، ماهی که به خوش گفتم قیمت بدانم آقا زمین چون دوش میبری از دیکه بودی بچه ها به شما کوئری داده. فرض کن من این جدول بوک دارم، خب بوک آیدی و بچه ها اگه یه وقت جایی مثلا کلمه ISBN دیدید، این یه سازمان جهانیه که مال آمریکاست، میاد به هر کتاب یه شماره شناسنامه یونیک میده. یه وقت جایی نمیشه ISBN یعنی این، خب همون بوک آیدیه یه جورایی، ولی حالا ما همون بوک آیدی مینویسیم که شما یه وقت ناراحت نشی. BID تایتل و پابلیشر و پرایس که بی آیدی کلیده، عنوان کی چاپش کرده و قیمتش. کوئری به من میگه عناوین کتبی را لیست کن که حداقل قیمت رو شامل میشه. خوبه یکم روش فکر کن بریم چیکار بکنیم.
ببین عناوین کتبی را لیست کن که حداقل قیمت رو شامل میشه، یعنی کتاب هایی که حداقل قیمت رو دارن، متوجهی؟ یعنی قیمتشون مساوی مینیموم قیمت هایی که وجود داره. خب یعنی چیکار بکنم؟ مینیموم پیدا بکنم. جبر اینا اگه خاطرتون باشه ما نوشتیم، جبر اینو من اگه خاطرتون باشه نوشتم. خب حالا میخوام چیکار بکنم؟ میخوام اون جبری که برای میخوام این سوالو هم با استفاده از توابع اگریگیت حل کنم، با استفاده از توابع اگریگیت و هم بدون استفاده از توابع اگریگیت. منتها بدون استفاده از توابع اگریگیت بدون استفاده از توابع اگریگیت، چون نیاز داره که من به شما بگم چجوری منها دیفرنسز رو به اسکیل تبدیل بکنید، پس اینو میذارم بعد از اینکه منها رو گفتم میگم. پس فعلا میخوام آقا پیدا کردن مینیموم رو با استفاده از توابع اگریگیت بگم. پس من الان یه کتاب، من میخوام لیست کتاب هایی رو به دست بیارم که مینیموم قیمت رو دارن. ایده بدید چه بکنم؟ ایده بدید چیکار بکنم؟ خب اینه که کوچیکش کنم هم ببینم قیمتون. خب تو جاب سلف جوینت، خب خانم سالک من درست حرفتون رو قبول دارم، من توی جاب اومدم سلف جوینت زدم و این بازی رو انجام دادم، بعد یه مین هام کردم. خب من این مین ها رو هنوز تو اسکیل نگفتم، نمیخوام الان ترکیب چند تا چیز سنگین رو تو یه بار برای بار اول بهتون درس بدم. برای همین اون چیزی که شما میگید، یعنی که من بیام بدون استفاده توابع اگریگیت اینو حل بکنم و میذارم بعد از اینکه کوئری منها تو اسکیل رو گفتم. ایده دیگری بدید خانم ارشاد بخش. اول مینیمم قیمت رو پیدا کنید، بعد اونایی که باهاش مساوی هست رو سلکت کنید. آفرین. خب چطور فقط این کارو بکنم بگید بهم. امیرحسین نوری ور پرایس بزرگتر از پرایس 2. نه این نیست. علی نکومنش تو ور سلکت میکنیم مین رو شرط میذاریم اون تو باشه. آها پس یعنی حرفی که خانم ارشاد بغزده تو داری کیسهشو میگی که من بیام تو ور یه ساب کوئری بنویسم مینیمم رو به دست بیاره، بعد بگم تایتل کتابایی رو پیدا کنم که پرایسشون تو این باشه، درسته؟ بریم انجام بدیم. دمتون گرم. ولی خب روحانی کلا آدم اذیت کنی بود دیگه، مثلا اجازه نمیده تو از تابعی که استفاده کنی، این یکم اذیت میکنه. حالا سلکت، من عنوان رو میخوام تایتل from book where price این. خب حالا بچه ها چی میگن؟ میگن تو بیا تو کوئری داخلیه مینیموم قیمت کتاب ها رو پیدا کن، ببین کتاب هایی که اصلا مینیموم قیمتشون چیه. خب هر کتابی که قیمتش این تو بود، یعنی قیمتش مساوی بود با مینیموم قیمت، تایتلش بیاد بیرون دیگه. پس من کافی اینجا چی رو پیدا کنم؟ مینیموم قیمت پرایس، تابع مین رو استفاده کن، مین پرایس رو بزن from book. تمام شد بچه ها. حالا برای اینکه قاطی نشه بوک بالا و بوک پایین، من اون رینیم رو انجام بدم b1 where b1.price in select b2 نه مین، اول مین بعد تو مین بنویسم b2.price. خب اسم اینم بذارم b2. تمام شد بچه. این جوابای سوال من تو کوئری داخلی اول میام مینیمم قیمت رو پیدا میکنم، مینیمم قیمت. حالا میام اینجا چی میگم؟ میگم آقا هر کی پرایسش با این مساوی بود تایتلش رو بیا بیرون. بچه موافق باشید میتونم حتی جای این مساوی بذارم. چرا میتونم مساوی بذارم؟ چون خیالم راحته که سلکت مین فقط یک مقدار برمیگردونه.
خب خانم ارشاد باشی گفت حتما باید رینیم کنیم، قاطی نکنه، چون ما بیرون هم میتونیم اتریبیوت پاس بدیم به داخل دیگه، بعضی از دیبی ام اس ممکنه بهتون ارور بدن، بهتره رینیم کنیم. خانم سالر، این مدل وابسته نیست بهش چی میگیم؟ به این مدل این نان کوریلیتد دیگه، به هم وابستن این دوتا نه، یعنی به هم وابستن یعنی دومی به بیرونی داخلی توی اینر کوئری به اوتر کوئری وابسته نیست. چرا؟ میتونه اجرا بشه، من از بیرون فیلد این تو دارم؟ نه، پس این نان کوریلیتد. قله خب بچه ها، این هم از این کوئری برم بینم دیگه سوال خوب چی داره جز روحانی؟ فتوقع داریم اینا دیگه تو امتحان بیاد برای شما کاری نداشته باشه. بچه ها یه سری قوانین داره ساب کوئری نوشتن، دل بخواهی نیست، من اینا رو میخونم خودتونم میتونید بفهمید که اوکیه ها، ولی تو ذهنتون باشه. مثلا آقا موقعی که من دارم ساب کوئری مینویسم اینجا علامت این میذارم، مساوی میذارم، کوچیکتر میذارم، بزرگتر میذارم، پس جلوی سلکت داخلی باید یه دونه ستون برگرده نه دوتا، بیمعنی میشه. منتها آقای سیلبر شاست توی کتاب جدیده گفته که میتونی مثلا چیکار بکنی، به این مثلا من اگه یادتون باشه براتون نوشتم where do in select the number، اینو خاطرتون هست همه بالاتر من نوشتم، خب اینجا چون این نوشتم یه دونه فیلد گذاشتم. آی سیلبر شاست برگشته میگه مثلا میتونیم یه چنین چیزی هم داشته باشیم، ور دو مثلا اینجوری می‌نویسه دو و علی مثلا این سلکت دینو و اینه، میگه دو ستون بگیر بیار بیرون، مونتا هر کدوم از اینا با ستون خودش مقایسه بشه، یعنی دو با اینه مقایسه بشه، علی هم با اینه. دی بی ام اس ها اینو بچه‌ها خیلیشون پشتیبانی نمی‌کنن. آقای سیلبرشاست حالا اوورده، من فقط گفتم که بدونید هست، نوشته شده تو کتابا، ولی ما بیسمون رو اینه. پس من هر وقت این بزرگتر کوچیکتر مساوی انی آل استفاده می‌کنم، سمت چپ یه فیلد باشه، سمت راست هم قطعاً یه. این چیزا من سایت مینوزاتتون میرم. ببینید من گفتم که من بالاتر اگه خاطرتون باشه نوشتم where do in select the number، هم شماره من نفت میرون بچه ها، خب این شعور نداره اب نداره، یه وقت نفت میرون بگید که من دوباره توضیح میدم. من بالاتر نوشتم where do in select the number، یکی از قواعد ساب کوئری نوشتن اینه، من هر وقت دارم بیرون ساب کوئری این بزرگتر کوچکتر مساوی any و all میذارم، سمت چپ و سمت راست باید حتما یه فیلد باشه، یعنی اینجا من جلوی سلک حق ندارم چند تا فیلد بنویسم، یا مثلا پشت این یه دونه ولیو میذارم، دو تا ولیو حق ندارم بذارم. من دو توضیح دادم تو این ادیشن جدیده، کدوم سوال بالایی رو الان میگم اینو بذار تماشا کنم. من دو تو ادیشن جدید سیلبر شاست میگه که میتونی چند مقدارم بذاری، مثلا پشت این بنویسی دو و علی، تو سلکت هم اون دو ستون مرتبط به دو و علی رو بکشید، مونتا بعد ستون ها نظیر به نظیر با هم مساوی باشه. من نه یه سری دی بی ام اس اینا پشتیبانی نمیکنن، اینو بزنی ارور میده. خب برای همین بیخیال شید، همون چیزی که من گفتم سمت چپ این آل اینی مزدکتر کوچکتر مساوی سمت راست و سمت چپش باید حتما یه ستون باشه. حالا بذار لازم بشه ببینیم چی میشه، حالا لازم شد بعد کوئری بعد سوالو ببینیم، ممکنه من مجبور بشم مثلا چند تا کوئری تو در تو بنویسم، یعنی به خاطر همین مجبور شم یه کوئری تو در تو دیگه بنویسم، اول شرط اولو برقرار بکنم بعد تو بالای شرط دوم برقرار بکنم، بعد سوالش باشه، سوالش باشه. یا مثلا یک کدوم این شرطا رو بیارم تو دومی بنویسم، تو کوئری دومیه بنویسمش. مثلا من دنبال پروژه‌ای ام که کارمندی به نام علی از دپارتمان دو توش کار کرده، خب دپارتمان دو رو اینجا بررسی کن، کارمندی به نام علی نیمه رو بیار تو ور دومی بررسی کن. تموم شد. خب من این بالایی هم یه دور دیگه توضیح بدم، من یه جدول بوک دارم بی آی دی تایتل پابلشر و پرایس، میگم عناوین کتبی رو لیست کن که حداقل قیمت رو شامل میشن، یعنی چی؟ یعنی کتبی که قیمتشون مساوی مینیممه. خب من جبرش های خاطرتون باشه با سلف جوین اینا پیاده سازی کردم، نوشتن مپ کردن اون سلف جوین به اسکیول رو بعدم میگم، الان نمیگم، الان من میخوام این اسکیولشو با استفاده تابع اگریگیت بنویسم. میگم یه اینر کوئری بنویس رو جدول بوک، مینیمم پرایسشو درآر،
مینیمم قیمت در اومد، فقط هم یه مقدار برمیگردونه مینیمم قیمت کتابا. حالا تو جدول بیرونی چی میگم؟ میگم تایتل کتابایی رو بیار بیرون که پرایسشون مساوی این مینیمم باشه. تموم شد دارم. اوکی خانم امینی، اگه اوکی بگید که رچه. پس تو کوری داخلی مینیمومو در آوردم، وقتی مینیموم میزنم یعنی میره اون ستون رو کامل در میاره، مینیمومشو پیدا میکنه دیگه. پس این یعنی میشه مینیموم قیمت کتابا. حالا هر کتابی که پرایسش جای اینم میتونم مساوی بذارم چون یه ولیو برمیگرده، هر کتابی که قیمتش مساوی اینه یا این تو هست تایتلش بیاد بیرون، چون قطعا تایتل بی دو چیه؟ رینیم بوک داخلیه، بی یک هم رینیم بوک خارجی. برم ببینم دیگه چی هست بهتون بگم. خب داشتم قوانین ساب کوئری رو میگفتم. اوکی دیگه، حالا چیزی به درد بخور نداره. اگه داشت اون گروپ بای هاوینگ هم موقع که برسیم سرش قوانینش رو میگم. خب انیوال هم گفتم بیخیال، بریم جلوتر ببینم دیگه اینجا چی دارم. خب گروپ بای هاوینگ رو نگفتم. بچه میگم این احتمالا سایت مشکل داره، سایت احتمالا مشکل داره. منو که ایا تو میشه جلسه پیشم منو همین داد بیرون الان با شما حال نکره دیگه. خلاصه هر سری یکی حال با یکی حال نمیکنه دیگه، یه دست منم نیست. خب دیگه چیز مالی نمیبینم. برم سراغ پیاده سازی منها، بعد تقسیم رو بگم، بعد گروپ بای هاوینگ رو بگم و چیزایی که لازم از SQL بشنوی رو گفته باشم. حالا برم سراغ حل مسئله. کوئری 6 سلف جوین یا منها؟ بذار اول منها رو بگم. من برای جوین کوئری حل کردم، وقت نمیشه. خب سه تا جوینه، سه تا تو در تو بزن دیگه. بذار ببینم. کوئری 6 میگه نامه. خب بذارش ببین، توضیح میدم فقط به سه تا جوین. دو تا جوینه، سه تا جدول وسط. پس بعد من سه تا کوئری بنویسم، دو تا ساب کوئری داره پنج کوئری. خب بعد چیکار میکنم؟ شرط جوینا رو میارم و وسطا میذارم. اوکی، یعنی موقعی که دارم ساب کوئری تور مینویسم، شرط جوین این دو تا جدول وسط، دو تا جدول پایینی هم وسط. شرط آخر چیه؟ دی نامبر مساوی 5، اوردر وای مساوی 5، مادیرا. خب اون جایی که جدول تایتل هست، قبل از اینکه شرط جوین رو بیارم و اینو بنویسم، قبلش مثلا اوردر وای مساوی مادیرا رو می‌نویسم، اند می‌کنم حالا شرط جوینش. اون جایی هم که جدول ایمپلوی هست، قبل از اینکه شرط جوینش رو بنویسم چیکار می‌کنم؟ تو ور می‌نویسم دی نو مساوی 5، اند می‌کنم با شرط جوینش. اوکی، اوکی بیا نویسین و بعد تو گروه بفرست، من توضیح میدم اگه غلط نوشته باشی، ولی چیزی نیست. حل باش، بریم منها رو بنویسیم چون منها هایی کم اذیت کنه. خب بچه فرض کنید من دو تا جدول دارم، جدول بوکو که نوشته بودم همون هست، بی آی دی و تایتل و پابلیشر رو که بنویسم پاپ آی دی، چون جدول پابلیشر میخوام بیارم. پاپ آی دی و پرایس، بعد پابلیشر دارم، پاپ آی دی، پی نیم یعنی پابلیشر نیم، و حالا چند تا نقطه و اینا. اینجا بعد رو براتون علاوه بر پرایس یه فیلد تایپ هم دارم که زمینه است، یعنی زمینه کتاب چیه؟ کتاب راجع به بیزینس کامپیوتر رو میگه. حالا صورت سوال به شما گفته که اسامی ناشران جمعی ناشرانی را لیست کن که در زمینه بیزینس هیچ کتابی چاپ نکردن.
بچه یکی جبرش رو فارسی میگه. من دنبال اسامی ناشرانی هستم که در زمینه بیزینس هیچ کتابی چاپ نکرده. یکی جبرش رو به من فارسی بگه. یعنی چی؟ یعنی آقا بیا یه سلکت بزن روی بوک، خب بزن تایپ مساویه بیزینس، من اول ببینم کی حداقل یک کتاب تو زمینه بیزینس، کدوم ناشر حداقل یک کتاب تو زمینه بیزینس چاپ کرده، از این پروژکت کن پی آی دی شو بیار بیرون، حالا منهای چیکی کن پی آی دی جدول پابلیشر. این جبرشه، همونطور که همتون درست گفتید. بله خانم رضوی هم درست گفتم. بله آقای نوری هم درست گفتم. بله آفرین بچه، من به شما افتخار میکنم. چه بچه پی آی دی پابلیشر آی دی، یعنی آی دی پابلیشر، پاپ آی دی، من پی آی دی نمیشم، پاپ آی دی، چون خستم اینا نه عوضش میکنم. ای بابا، خب این جبره بچه، جبرش من میخوام SQL اینو بنویسم. SQL میخوام بنویسی؟ آره. یه سری از افراد هستن در جو میگن آقا مگه ما عملگر منها نداریم؟ میگم میشه، میگه DBMS ها عملگر منها رو قطعا داره. خب میگم خب چقدر جالب، ادامه بده. شروع میکنه ادامه دادن، میگه خب اول PID رو جدول پابلیشر در بیار. میگم بیار Select PID from pub publishers، میگم select PID from publishers، اینو در آوردی؟ میگم آره. میگه منها کن. حالا منها توی سری دی بی ام اس بچا می نویسن difference، توی بعضی از دی بی ام اس می نویسن minus، توی بعضی از دی بی ام اس هم هیچی نداره اصلا، اصلا چنین عملگری نداره. تو بعضی از دی بی ام اس فکر کنم minus و مال اسکول سیور اگه اشتباه نکنم، MySQL هم فکر کنم نداره. آره فکر کنم MySQL هم نداشت. من یه بار باسم بزنم که گیر کرد. خب مثلا اینو بزن، بعد اینو بنویس، زیرش هم بنویس اینو اصلا پرانتز بذار. خوبه اینو منهای این کن. اوراکل هم فکر کنم نداره، اوراکل هم فکر کنم نداره، استفاده نکردم. چون ببین من میخوام اصلا میگم اصلا این استفاده نکن، یعنی من بهت یه نوع کوئری نمیشن یاد میدم که تو توی یه کوئری جواب بدی، خیلی بهینه تره، خیلی بهینه تره تا اینکه بخوای اینو بنویسی ماینس. یا اصلا برای همین میگم این دیوی مثلا نداره، چون مسخره است، اصلا جلوشو میگیره. ولی من به شما میخوام یه روشی بگم، ولی اوراکل هم حالا اون مهم نیست که وقتی کلاس میره، ولی تو گوگل بزنید دیگه ماینس این اوراکل چی میاد. ماینس این اوراکل همون ماینسه بچه، دقیقا همون ماینسه. اینترسکت ماینس یونیه، دقیقا اوراکل هم همون ماینسه. بعد ماینس این مایسکیول هم همون ماینسه بچه. ایو ماینس این اسکیول سیور. خب بچه ها همش رو ماینس رو دارم، پاک بر سرش. بله بچه تو ستاش ماینسه، ولی من دیفرنس هم اینجا دیده بودم. نگاه کدوم دیفرنسه. موسکو. خب چون ماینس بنویس، هم بیا چون اکثر دی بی ام اس ماینسه، ما همین ماینس بنویسیم. اصلا شما سر جلسه امتحان حق نداری شما بنویسی. حالا توضیح میدم، بذار توضیح میدم. این ماینس خب یه پرانتز اینجا با میکنی select، دوباره میگه پی آی دی. ببین ستون هم نظیر به نظیر با هم برابر و این صحبت ها. خب from publisher دیگه لازم نیست رینیم بکنم دیگه، چون پرانتز رو باز و بسته کردم، یعنی این دوتا کلن کوئری ها اصلا نسبت به هم هیچ ربطی نداره. publishers چرا book ببخشید
ببخشید from book where type مساوی با بیزینس. خب میگم دمت گرم، ولی ببین میدونی چه گندی داری میزنی؟ میگه چه گندی دارم میزنم؟ میگم تو میای یه دور کل جدول پابلیشرز رو سطرش رو بررسی میکنی، پیایدیش رو میاری بیرون، دوباره میای کل جدول پابلیشرز رو بررسی میکنی، پیایدیش رو میاری بیرون دوبار، و سومین بار چیه؟ سطرهای اینو با تک تک سطرهای این مقایسه میکنی، سه بار داری مقایسه انجام میدی، اصلا منطقی نیست. بیا یه کوئری بنویس با یه بار مقایسه منها رو پیاده کن با عملگرایی که خوندیم، این آل اگزیست مگزیست با ساب کوئری. به من یکی ایده بده چیکار بکنم، میخوام تو یه کوئری جواب بنویسم، نه که دو تا کوئری بنویسم بعد ماینس بزنم. ولی من یه آدم یک کدومش نداشت، من یه بار بدم دیگه کرده بودم یه جا. خب خانم گنجلی بگید ببینیم چیکار بکنم. آره دیگه، کسی که آقا هیچ کتابی تو زمینه بیزینس چاپ نکرد. خب خانم ارشاد بخش، خانم گنجلی بفهمید چیکار بکنیم. با نات این چی بنویسم؟ پشت نات این چی باشه؟ فرام چی باشه؟ اونجا چی باشه؟ و بچه ها اسکیلشو که میتونید تایپ بکنید انگلیسی، که بنویسید سلکت فلان، بعد شیفت و اینتر رو بگیر، اینتر میزنه میاد پایین شیفت و اینتر. اونایی که چاپ کردن رو سلکت میکنیم میگیم تو اینا نباشه. ببین من میگم بنویس، آها سلکت پینه. خب خانم گنجلی یه چی میخواید بنویسید میتونید، اگه میخواید اینتر بزنید پیام نیاد میتونید جوی بنویسید. ببین مثلا اینو نیستم سلکت پینه کنترل اینتر رو بزنید. نه صفر کن select، آها شیفت و اینتر رو بگیری from، نگاه کن شیفت و اینتر رو که بگیری میتونی اسپیس بدی. آن خانه لطیف است، نشانهاش بگفتی، از خواجه آن خانه نشانی بنما، یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، یک گوهر جان کو اگر از بحر خدا بید، با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر رنج شما بر رنج شما بر رنج شما بسور از سوال دیگه دیگه تو زمین بیزنسش که تو بیچاپ نکره، ولی من خواهم با ساب کوئری بنویسی، نه مثل من یه دونه جدا یه دونه جدا رو ماینس کنی. واقعا فرق یه دیتابیس کار با کسی که برنامه نویسی بلده و فکر میکنه دیتابیس بلده تو همین هست. یه برقی آی من میسوزم یکی گرشش کامپیوتری راجع به کامپیوتر صحبت کنه، میسوزم و انگار مثلا یکی داره چه میدونم یه آتیشی به جونم انداخته. میدونی چرا؟ 4 سال من نشستم زحمت بکشم اینو یاد بگیرم که تو بیای مثلا با یه پی دی اف خوندن با یه فیلم آموزشی دیدن مثلا منو ضایع بکنی. این برقی ها هیچی نمیشن توی مملکت، این شغلی پیدا نمیکنن، میرن بیرون یه زبان برنامه‌نویسی یاد میگیرن. آقا ادعایی میشن واسه شما، تو همین دانشگاه خودتون هم هست اپلیکیشن هم واسه تون نمیشه، ادعا میشن. بابا کشت خودتون. من میخوام بنویسم، ببین من میخوام بنویسم، نگاه کن خوب گوش کن ببین ایده بگی. ای و خانم گنده نمی select pname from publishers، خب where pid nothing، select pid from book where type مساوی بیزینس. دمت گرم، عالی. آی نکومنش where not in select star. آه ببین علی من بالاتر قواعد ساب کوئری داشتم میگفتم، گفتم هر جا این اینی کوچیکتر بزرگتر مساوی نامساوی گذاشتی سمت راست یه ستون. حالا من بعد پشت نات این چی؟ ولی یه چیزی بهت بگم، همینو اون نات اینو بکن نات اگزیست، خیلی قشنگتر میشه. اون نات اینو بکن نات اگزیست، شرط جوینم بیا پایین بذار، یه چیز والی میشه که حد نداره.
یک چیز باحال میشه، خیلی چیز باحال میشه. حالا میگم، حالا میگم. کجا رفتی کجا من بیرم؟ خب برم اول این چیزی که خانم گنجلی نوشت رو براتون بنویسم و توضیحش بدم که ایشالله امیدوارم همه تون موقعی که من داشتم شعر و آواز میخوندم نوشته باشیدش و بهش رسیده باشید. ببین چقدر قشنگه، ببین نگاه کن. سلکت پی نیم، من البته بچه اینجا پی آی دی نوشتم اشتباه کردم، همون پی نیم رو بنویسم. ببین سلکت پی نیم، بالا هم سلکت پی نیم. خیلی دیتابیس قشنگه بچه، من حال میکنم داشتم چه کرم دیتابیس هم. سلکت پی نیم به قول خانم گنجلی، بعد فرام پابلیشرز اینطور که اینشون نوشتن، ور پی آی دی نات این سلکت پی آی دی. من دارم صعود میکنم بچه، الان هست که با قله برسیم. فرام بوک ور تایپ مساوی بیزینس. بچه ها بیاد ببینیم خانم گنجلی چی گفته بفهمیمش. ایشون میاد میگه آقا من اول یه کوئری می نویسم رو جدول بوک، اب نداره. گوش بدید میفهمید، گوش بدید، گوش بدید، گوش بده، گوش بده بابا یه دقیقه. ببین اینجا کوئری چی بود؟ اسامی ناشنان اینا رو لیست کن که در زمینه بیزینس هیچ کتابی چاپ نکردن. خب جب نوشیم واسش، گفتیم آقا برم پیدا کنم کسی که حداقل یک کتاب بیزینس نوشته، پی آی دی شو بیارم بیرون، منهای پی آی دی کل کنم، کسی میمونه که تو کتاب تو زمینه بیزینس کتاب ننویسه. حالا اومدیم اسکیلشو بنویسیم. گفتم فرض کن این عملگر منها که توی دی بی ام حساب ماینس مینویسن هست، بگو سلکت پی نیم فرام پابلشرز ماینس، دقیقاً همین تیکر رو، سلکت پی نیم فرام بوک ور تایپ مساوی بیزینس، دقیقاً همین تیکر. یعنی جبر رو با اسکیل پیاده کردم، از هم ماینس کردم. حالا من برگشتم گفتم که بچه‌ها بیایید بدون استفاده از ماینس اسکیل بنویسید، یعنی یه کوئری که با حالا کوئری تو در تو اینو پیاده بکن. خانم گنجلی نوشتن میگن که آقا من بیام اول جدول بوک، جدول بوک فرام بوک سلکت بزنم، پی آی دی کتاب‌هایی رو در بیارم، یعنی آی دی پابلشرهایی که کتاب تو زمینه بیزینس چاپ کردن. تو این جدول بوک رو دقیقا نگاه کن، جدول بوک میگه آقا هر جا تایپ مساوی بیزینسه پاپ آی دی یا پی آی دی شو بزنم. ما همین اینم بکنم پی آی دی راحت چیم اما بیا پی آی دی، ایو پی آی دی. میگه من هر جا تا دیدم تایپ مساوی بیزینسه پی آی دی رو میارم بیرون. خب جواب این میشه یه ستون پی آی دی که هر کی هم این تو باشه، یعنی یه کتاب تو زمینه بیزینس نوشته، یه کتاب تو زمینه بیزینس نوشته. حالا من میگم برو تو جدول پابلشرز از سطرهایی که توش هست اون پی نیم های رو بیار بیرون که پی آی دیش توی این ستونه نیست. نات این، نات این یعنی مساوی هیچ کدوم نیست. خب کسی که پی آی دیش این تو نباشه یعنی کتاب تو زمینه بیزینس چاپ نکرده، که اگر چاپ کرده بود این تو اومده بود. اوکی شدی خانم سلک؟ بچه ها چطور؟ باقی چطور؟ اوکیید؟ یا نوکیید؟ چطورید؟ این چیزی که خانم گنجلی نوشته رو متوجه شدید؟ دارید شام میخورید؟ آره این درسته، مشکلی نداره، کاملا درسته، دقیقا. ولی یه برقی تو بیا آقا اینو مینویسه، شما نمیفهمید، یه مثلا کامپیوتر بلد نیست. آخ آخ دوست دارم یه مش بدم. خوبی این درس میدونی چیه؟ ببین یه سری درس ها فرق دانشجوی کامپیوتر از دانشجو غیر کامپیوتر مشخص میکنه. خب یکیش دیتابیسه، یکیش او اس، یکیش شبکه است، مهندسی نرم افزار، امنیت شبکه. این 5 درس، یعنی این 5 درس واقعا جدا میکنه ها، یعنی مشخص میکنه که یه دانشجوی کامپیوتر با یه دانشجو غیر کامپیوتر چقدر فرقشه. جواب خانم گندلی نوشته، همون رو میتونی کپی پیست کنی تو یه نوت پد چیزی سیوش کنی تو بالاتر. این ادعاها رو نکنید. خب
حالا بریم ببینیم آقای نوری ایده دیگه ای داره. آقای نوری ایدهش اینه من بیام اینو نان کور، اینو بیام کوریلیتد کنم. الان اینی که من نوشتم نان کوریلیتده، خب یعنی سمت چپ و سمت، یعنی کوئری بیرونیه و کوئری داخلیه مستقل از هم قابل اجرا، ببخشید کوئری بیرونی که نه، کوئری داخلیه، این کوئری داخلیه مستقل از هم کدومو، اینی که اینجا هست و نفهمیدین، اینی که اینجا هست و نفهمیدین. خب یه دقیقه به حرف من گوش بدید، یه دقیقه به حرف من گوش بدید. من اول میام یه کوئری براشون قطع میشه، اب نداره این سرورشون ضعیفه، یه بار ریلود کنید لینکو. من الان اینو دوباره توضیح میدم، من الان اینو دوباره توضیح میدم. بله قدیم اینطور نبود، نمیدونم اسکایرون فکر کنم سرورش ضعیف شده، حالا احتمالاً چیز تعداد کلاینتاشون رفته بالا، سرورشون نمیکشه یا برنامه‌ای که نوشتن به درد نمیخوره یا دیتابیسشون مزخرفه، که از نظر من این گزینه خیلی چیزه، چون خیلی دیتابیسشون مزخرفه. من دیدم سایتشون رو، دیتابیسشون خیلی مزخرفه. همه اینا پرفورمنس سیستم رو تحت تاثیر قرار میده و بزرگترین چیزی که رو پرفورمنس سیستم تاثیر میذاره دیتابیس و کوئری های شماست. بعد میان میگن آقا سرور ضعیفه، هی سرور اضافه کن. نه داداش، کوئری رو دیدی. خب آره نمیفهمم، ولش خب خانم سلک، خانم امینی، شما ها فکر کنم اینترنت اونقدر موقع که من داشتم اینو توضیح میدادم، یه دور گوش کنید اینو. داده نمیدونی چه کارشون کرده، حالا بعدا با هم دیگه بیا پی بی صحبت بکنیم. ببین من میگم بیا اول جدول بوک اون پی آی دی هایو بیار بیرون که کتاب تو زمینه بیزینس نوشتن. نگاه کن اینجا رو، جدول رو ببین، جدول رو ببین، بوک بی آی دی داره، تایتل داره، پی آی دی داره، پرایس داره، تایپ داره. میگم هر جا تایپ مساوی بیزینس بود پی آی دی رو بیار بیرون. این کوئری دومی دقیقاً داره همین کارو میکنه، سلکت پی آی دی فرام بوک ور تایپ مساوی بیزینس. خب خروجی این کوئری داخلیه میشه یک جدول تک ستونه ای از پی آی دی ها، خب که توشون چیه؟ اون پابلیشر هایی که حداقل یک کتاب تو زمینه بیزینس نوشتن. اینو قبول داری؟ خانم سالک شما چطور؟ اوکی حالا نگاه کن، پس من الان یه ستون دارم، این کوئری دومیه تولیدش میکنه، یه ستون دارم توش پی آی دی پروژه هایی هست، ببخشید توش پی آی دی پابلیشر هایی هست که حداقل یک کتاب تو زمینه بیزینس نوشتن. این اوکیه. حالا من میام میگم بیا یه کوئری هم بیرون بنویس از جدول پابلیشر، بگو هر سطری از جدول پابلیشر که پی آی دیش این تو نیست پی نیمشو بیار بیرون. خب کسی که پی آی دیش این تو نیست یعنی چی؟ یعنی کسی که حداقل یک کتاب تو زمینه بیزینس ننوشته. تمام شد رفت. خانم امینی شما اوکی؟ خب حالا این بالاتر من دیدم آقای نوری یه چیزایی نوشته و میخوام رو اون صحبت کنم. بله آقای نوری میگه که بیام کوئری رو نان کوریلیتد بنویسم. ببخشید من الان کوئری که نوشتم این نان کوریلیتد، این نان کوریلیتد. خب میخوام کوئری ریلیتد کوریلیتد بنویسم، کوریلیتد کوئری. خب کوریلیتد چطور میشه نوشت؟ بیا شرط جوین رو تو، شرط جوین رو بیارم تو، یعنی من موقعی که دارم پابلیشرز رو با بوک جوین میکنم شرط جوین بیارم تو. مثلا شرط جوین دارم الان به من بگید بچه من این تو شرط جوین دارم. مثلا این تو چیزی رو دارم جوین میکنم؟ نه، من اصلا اینجا شرط جوین ندارم. ولی اگر بخوام اینو کوریلیتد بنویسم باید یه چیزی از بالا بیارم پایین. قبول داری؟ خب شما بگید من چیکار بکنم، چطور یه چیزی از بالا بیارم پایین اینو کوریلیتدش اینو آره اینو کوریلیتدش بکنم و منها بشه. من مینویسم چون میدونم دیگه خسته اید و اینا، اینم بگیم و منهارم گفته باشیم به شما. جلسه بعد تقسیم رو بگم با گروه با که احتمالا باز کل تایم بره و شاید من مجبور شم کل سوال اسکیول صمیمی رو برای شما آفلاین ضبط کنم. حالا ببینیم چی میشه دیگه، ببینیم چی میشه. ولی اگر هم یه اتفاق افتاد، یعنی من اگر چیزی موند که بخوام به شما بگم و لازم شد آفلاین ضبط کنم دیگه، بچه ها از یک شنبه به بعد این کارو میکنم، یعنی روز یک شنبه که نه، از دو شنبه به بعد ضبط میکنم میذارم، چون تا یک شنبه خودم امتحان دارم نمیرسم دیگه.
فقط باید بخونم قربون علی و بعد اوکیش بکنم. خب بریم میگم آقا من میخوام پی نیم هایی رو از جدول پابلیشه بیارم بیرون که هیچ کتابی تو زمینه بیزینس ننوشتم و میخوام هم کوئریم کوریلیتد باشه، یعنی کوئری داخلیه نتونه بدون استفاده از کوئری بیرونی حل بشه، یعنی یک فیلد یک اتریبیوت از پابلیشر بیارم تو کوئری داخلیه. بریم ببینیم چیکار باید بکنم. سلکت هم که نمیدونم چی باید بنویسم فرام. حالا من مینویسم شما ببین چیه. خب بعد توضیح میدم و not exist. چرا not exist دادم؟ چون exist و not exist به من کمک میکنه correlated بنویسم. چرا not exist زدم؟ exist نزدم میبینی. میگم where not exist. خب select. بچه ها من هر وقت exist و not exist میزنم جلوی select حتما باید چی بنویسم؟ asterisk. پس این asterisk رو زدم. حالا جلوی from مینویسم from book. خب بی من شرط ور رو می نویسم توضیح میدم که چی ور p.pid مساوی b.pid and b دیگه b لازم نمیزم تایپ مساوی با بیزینس که بهتره یه کوتیشن بزنم چون گفتم اکثر دی بی مثلا با وان کوتیشن. اوکی تموم شد بچه چرا سمیکاله گوشم پنتز آبان چرا اینم همون من هاست منتها کوریلیته. حالا ببین جوین نمی کنم. ببین اصلا این رو اسمش جوین نیست، جدولی ساخته نمیشه بر اساس این دو تا جدول. هیچ وقت جوین نگو اینو. خب منتها چیکار دارم میکنم؟ خب گوش کن بذار من یه مثال سریع بنویسم. شاید اونجوری که باید قدر تو من ندونستم، حرفایی بود توی قلبم من نگفتم نتونستم، من به تو هرگز نگفتم با تو بودن آرزومه. دین دین نقش اون چشای مرسوم لحظه لحظه چی میگید بچه ها؟ من یک ببینم آقا یه سوال مسخره. چرا مسخره؟ همیشه این مدلی رو با استار رو اگزیست مینویسیم یعنی کوریلیتد رو، بعد شرط ها رو آخر میاریم. آره یعنی ببین اگزیست و نات اگزیست به من کمک میکنه که 100% کوئریم کوریلیتد بشه. خب حالا توضیح هم دادم که چرا اگزیست و نات اگزیست رو بعد جلوی سلکت ستاره بذارم. چرا؟ چون خروجی کوئری داخلیه اینکه چیه به درم نمیخوره، مهم اینه که خروجی داشته باشه، برای همین ستاره میذارم. اوکی خب فرض کنیم من ستا پابلیشر دارم P1X, P2Y, P3Z, بوک یه B1 دارم، T1 حوصله ندارم بنویسم اینجوری ها، اینم P1 تایپشم مثلا بیزینس. خوبه یه B2 دارم تایتلش 2ه، P2 چاپ کرده تو زمینه کامپیوتر کام می نویسم فقط. یه B3 دارم T1 پابلیش کرده، داشت اسمش T3، P1 پابلیش کرده تو زمینه اینم کامپیوتر. خب بیام این کوئری بالا رو روی این اجرا بکنم، یه نمه بعد کوچک کنم. میدونم که الان دارید چام میخورید اگوشیگی، میخوام حد و گاز بزن. خب بچه ببین من میگم آقا بعد برم سراغ جدول پابلیشرز از سطر اول بررسی بکنم، اگر شرط ور ترو شد این سطر خروجیش بیاد تو جواب، اگر ترو نشد نیاد تو جواب، برم بررسی بکنم. خب اینجا یه کوئریه، کل این کوئری اجرا میشه. بچه ها not exist یعنی چی؟ یا بهتر بگم not exist کی ترو میشه؟
یکی جواب بده که نات اگزیست کی تو رو میشه. خب شرط نات اگزیست ما آفرین، هیچ سطری بیرون نیاد. زمانی که هیچ سطری بیرون نیاد نات اگزیست تو رو میشه. بچه ها نات اگزیست کی فالس میشه؟ نات اگزیست کی فالس میشه؟ بله حداقل یک ساعت به عنوان خروجی بیاره. خب یعنی حداقل یک ساعت رو به عنوان خروجی بیاره. خب پس یه جورای اگزیست و نات اگزیست زمانی که ترو و فالس میشن عکس همن. یعنی زمانی که اگزیست ترو به خاطر اون نات هست دیگه، یه چیز منطقی خیلی ساده. پس بچه‌ها اگر این کوئری رو اجرا کردم، اگر این کوئری رو اجرا کردم تموم شد، خروجی اومد. خب اگر جوابی رو تو خروجی برنگردون یعنی ور چیه؟ آفرین، یعنی ور تو دوه. بریم بررسی کنیم. خب میام سراغ سطر اول. بچه ها پی آی دی ها با هم برابره؟ بله. تایپ مساوی بیزینسه؟ بله درسته؟ خب بچه ها قبول دارید این به عنوان جواب میاد بیرون تو کوئری دومی، یعنی کوئری دومی جوابش چی میشه؟ میشه بی 1 تی 1 پی 1 بیزینس. اینو درسته؟ خب من گفتم نات اگزیست زمانی تو رو میشه که هیچ سطری تو خروجی نیاد. یه سطر اومد تو خروجی پس تموم شد بچه‌ها. نات اگزیست فالس شد. نات اگزیست فالس شد. پس این سطر تو خروجی نیومد. نگاه کن پی 1 رو چرا تو خروجی نیاورد؟ چرا؟ به این خاطر پی یک تو خروجی نیامد که کتاب تو زمینه بیزینس نوشته بود. دیدی چه قشنگ داره کار میکنه. حالا ممکنه یکی حرفی بزنه بگه خب آقا ممکن بود این کامه اول بیاد بیزینس دوم بیاد، بذار اصلا عوضش کنم. بیا یکی برگشت به من گفت تو این کلمه های بابا رو اگه از فیلمات حذف کنی حرفی نیم ساعت کم میشه. خب نگاه کن یکی ممکن بود این حرفو بزنه بگه خب حالا اینو بیا بررسی کن. فرض کن الان از اول دارم بررسی میکنم، میام اینجا میگم خب پس باید برم ورو بررسی کنم این کوئری رو اجرا کنم، میخوام این کوئری رو اجرا بکنم. میام سطر اول میگم بچه‌ها پی آی دی ها با هم برابره؟ میگیم بله. این پی یک این پی یک. تایپ مساوی بیزینس؟ نه تایپ کامه. پس فعلا از شر این سطر میگذره، اخیر این سطر میگذره میره سطر بعدی. بچه ها پی آی دی ها با هم برابره؟ نه. پس اینم بیخیال. بچه ها پی آی دی ها با هم برابره؟ بله. تایپ مساوی بیزینس؟ بله. پس الان این میاد تو خروجی بیسه تیسه پی یک بیزینس. بچه ها الان کوئری دومی جواب داره پس نات اگزیست شد فالس، پس سطر اول تو جواب نیومد. پس این چیزی که من نوشتم درست میاد چیکار میکنه؟ میاد چک میکنه، اصلا انگار داره این کارو میکنه دیگه. میگه ببین پی یک آیا این پی یک من تو تمام سطرهای جدول چکش کنم، تو تمام سطرهای بوک چکش کنم، این وره که داره پی آی دی رو با هم برابر نشون میده یعنی این، یعنی من این پی یک رو بگیرم خیرشو بیارم تو کل جدول چک بکنم، هر جا کتاب مساوی بیزینس نوشت این کوئری رو جواب دارش کنم که این نیاد تو خروجی. کف کردی بابا. بریم سطر بعدی پی دو با سطر اول این مقایسه میشه. بچه ها پی دو و پی یک برابره؟ نه. پس این سطر بخیر. پی دو با پی دو برابره؟ بله. تایپ مساوی بیزینس؟ نه. پس از شر این سطر هم میگذره. بچه ها اخیر چرا نمیگم شر؟ اخیر این سطر هم میگذره میره سراغ سطر بعدی. پی دو پی آی دی با پی آی دی برابره؟ نه. این پی دو این پی یک تموم شد. بچه ها کوئری به ازای این سطر جواب نداشت. این کوئری دومیه رو اینر کوئریه رو موقعی که اجرا کردم جواب نیومد. پس ور ترو میشه. پس این پی نیمش میاد تو خروجی، وای میاد تو خروجی چون من پی نیم میخواستم دیگه. میرم سراغ سطر آخر پی سه. خب بچه ها پی آی دی با پی آی دی برابره؟ نه. پی آی دی با پی آی دی برابره؟ نه. این پی دو این پی سه این پی دو. بچه ها اینجا پی آی دی با پی آی دی برابره؟ نه. چه اتفاقی افتاد؟ پی سه هم میاد تو جواب. چرا؟ هیچ خروجی نگرفتم اینجا. نگاه کن این کوئری که موقع اجرا کردم رو کل این هیچ سطری تو خروجی نیومد، تو
ورم ترو شد، ورم ترو شد، هیچ سطحی تو خروجی نیومد. پس پیسه پینه میشه بیار تو جواب منها شد. اوکیه، همه متوجه شدن چی شد؟ اگه کسی متوجه نشده بگه. تعارف نکنم. دمتون گرم. خیلی خوب بچه. حالا شما چیکار کنید تا فردا جمعه؟ ببین تمام این زورا و سختی ها واسه اینه که شما سهمی رو پاس کنید دیگه. خب اینکه الان سه هفته درگیر کلاسیم و هی تمرین حل کن و بیا سوال بپرس و سوال جواب بده و اینا، واسه اینه که شما سهمی رو پاس کنید. تا اینجا یه راه اومدی، ول نکن، برو جلو و سوال حل. حالا چیکار بکنم من؟ من چیکار بکنم؟ الان میخوام اینایی که امروز گفتی برم خونه تمرین کنم، چیکار کنم؟ آقا اون مجموعه جبر رابطه‌ای یادتون با عمل کردیم، ورکس آن پروجکت ایمپلوی، تا سر کوئری تقسیم هر چی دیدی اسکیولشو حل کن. چه جوری؟ کوریلیتد نان کوریلیتد. اسکیول معمولی و عمه منم بلده، برقیام بلدم بنویسم بیام واسه ماه ادعای دیتابیس بکنم. متوجهی؟ ما کامپیوتری ها باید فرق داشته باشیم دیگه بابا، ما باید بفهمیم چی به چیه. ما جبر حالیمونه، اون که جبر حالیش نی. منی که جبر بلدم میتونم کویری بهینه بنویسم. بچه ها فکر میکنید که چرا توی کتاب برمیگره میاد میگه که این کویری که اینجا نوشتی بدون استفاده تا به اگریگیت بنویس؟ شرم نداریم که، اون بهینه تره. تو موقعی که اینجا داری مینیموم میگیری به ازای هر یه سطری که از بوک جدول بوکو میاد سطر به سطر بررسی میکنه، هر جا شرط ور طولو شد بیاره بیرون، به ازای هر یه سطری که داره چک میکنه میره تو شرط ور، یه دور میره جدول بوکو مینیمم حساب میکنه. یعنی یه دور پیدا کردن مینیمم رو جدول بوکو اجرا میکنه که بهترین مرتبه زمانی برای الگوریتمی که وجود داره n log n. از این نداریم، از این تایتر نداریم، یعنی الگوریتمی نداریم که از n log n کمتر پیدا بکنه مینیمم. حالا حساب بکن m بار به ازای m سطر m بار اینو تکرار بکنه، پیر میکنه دیتابیس رو، اشک دیتابیس رو در میاره رو میلیون ها رکورد. فکر نکن استفاده تابع اگریگیت خوبه، گروپ بای خیلی بده بچه ها. من بعدا به تو میگم چرا بده. گروپ بای، اوردر بای، اینا همه فشاره به دیتابیس، داره پیر دیتابیس رو در میاره. برای همین من جبر حالیمه. ببین پس من مهندس کامپیوتر که تر 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 که 4 سال نشستم کامپیوتر تر تر خوندم، باید جبر بلد باشم که موقعی که SQL می نویسم، چون پارادایم SQL جبر دیگه. مثلا من میخوام جواب بنویسم، پارادایمش object oriented، object oriented بفهمم جبر هم خوب می نویسم. پارادایم SQL جبره، جبر رو که خوب بفهمم SQL هم خوب می نویسم. بهینه عالی، حرف نداره، مرگ نداره. متوجهی؟ برای همینه که اینا پتو بیرون کاربرد داره ها. ببین تو تاش میخوای این درس‌ها رو پاس بکنی بری بیرون، بیرون هم میخوای بری سر کار، اینا رو باید بلد باشی، بری یه کوئری بنویسی یا رو کف بکنه. متوجهی؟ پس برو همه رو هر چیزی که حل کردیم و نان کوریلیتد و کوریلیتدشو بنویس. این معمولی‌ها رو عمه منم بلد حل بکنه واسه شما، اگه میخواید بگم بیاد براتون حل بکنه. ببین بدون اگریگیت این خیلی طولانی میشه اگه الان بخوام بگم. خب چون کوئری منها رو گفتم، اینو اجازه بده جلسه بعد میگم، بدون استفاده اگریگیت اینو جلسه بعد میگم. اوکیه؟ شما هم تا موقع روش فکر کن که موقعی که من میگم صفر نیای بشینی و تمام اون سوالای جبر رو کوریلیتد و نان کوریلیتد اسکیول بنویس. بعد من فردا همین ساعت همین حدود همین 7 تا 10، من دیگه فردا همین 7 تا 10 سعی میکنم که دیگه واقعا درس رو تموم کنم. اگرم شد استارت بزنم سوالای سهمی رو حل کردن، اگر رسیدیم همین کار رو انجام بدیم که فبه، اگه نشد من به صورت آفلاین سواله اسکیل سهمی هم براتون حل میکنم میذارم. علل خصوص یه سوال خیلی خوب داره که میگه که بدون استفاده یونین یه سوال میگه حل کن. ببین چرا کرم نداره که میگه بدون استفاده یونین سوال حل کن؟ مرض نداریم که. ببین اگر این بدون استفاده یونین اسکیل نوشتنه به درد نخوره میشه مسخره بازی، میشه بازی، واقعا بازیه. من میخوام شما رو بذارم سر کار، اما نمیخوام شما رو بذارم سر کار. وقتی میگم بدون استفاده یونین پیاده کن، حتما یه چیزی توش هست که میگم بدون استفاده یونین پیاده کن. آره بابا
حتما یه بهینگی داخلش هست. اوکی بابا، اگه اوکی که دیگه لطف کنید تشریفتون رو ببرید. دست شما در خسته، شما خسته نباشی. آره شما خسته نباشی، دم شما میگم. رکورد رو قطع کنیم. آره راست میگه، حجمش کم شما با اپلود از یزن من. پیر شدم من، الان این پیرتر از این پیرتر.